بحران اجاره بهای مسکن در ایران و تلاش تازه دولت برای مهار آن. وقتی کامپیوترهای خانگی به جنگ کرونا می روند، پروژه‌ای که رکورد ابر کامپیوترهای جهان را شکست. و قدم در راهی پرخطر برای فرار از جنگ و فقر، سرنوشت افغان‌هایی که پای پیاده به ایران می گریزند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. اگر از قیمت زمین و خانه در تهران و شهرهای بزرگ ایران بپرسید، اکثراً عددهایی است با صفرهای بیشمار. قیمتها به سرعت بالا می رود و ارزش پول در حال سقوط است. دولت طرحی را تصویب کرده تا بلکه بتواند ترمز قطار افزایش نرخ رهن و اجاره و قیمت مسکن را بکشد، به این شکل که افزایش سالانه اجاره بها در تهران نباید از 25% بیشتر شود. این رقم برای کلان شهرها 20% و در بقیه شهرها 15% اعلام شده. آیا می توان در این وضع اقتصادی کاری برای اجاره نشین ها کرد؟ تلاطم در بازار مسکن کی آرام می گیرد؟ جزئیات بیشتر از بهرنگ تاجدین. تابستان، فصل چانه زدن مستأجر و صاحب خانه برای تمدید قرارداد یا تخلیه خانه و اسباب کشی، بحثی که امسال احتمالاً حسابی داغ است. طبق تازه ترین گزارش بانک مرکزی، متوسط اجاره بها در مناطق شهری تهران خرداد امسال 30.7% نسبت به ماه مشابه پارسال رشد کرده. بعضی اجاره نشین ها می گویند میزان گران شدن اجاره ها از این هم بیشتر است. سال پیش من یه خونه رو 70 متری گرفتم با پول پیش 100 میلیون تومان و کرایه ماهیانه 1500. الان همین واحد و صابخونه گذاشته 150 میلیون و کرایه ماهی 4 میلیون. پدرم و مادرم سال گذشته توی صدرا از 20 اسفند ماه منزلی رو اجاره کرده بودن 25 میلیون با تقریبا 1 میلیون و نیم. هر جایی که من تقریبا یک ماه دارم جستجو میکنم، دو خوابه زیر 50 تومن و با اجاره های 1700 تا 2-2.5 نیست. مجموعه حقوقمون میشه 6 میلیون تومن و امسال اجارمون از 2,700,000 تومان به 4 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. من یه خونه 70 متری گرفتم توی حومه تهران، 40 میلیون پول پیش داده بودم سال گذشته و ماهی 500 تومان. الان خونه های 50 متری، 60 متری، همشون پول پیش 50 میلیون تومان میخوان و حدود 1.500 تا 2 تومان اجاره میخوان. کمتر از این جایی پیدا نکردم که برم. حقوق منم ماهیانه 1.500، 1,500,000 تومان. اجاره باها رفته بالا، برای مردم طاقت فرسا شده. رئیس جمهوری ایران میگوید وضعیت بازار مسکن طاقت فرسا شده و به همین خاطر میخواهد افزایش اجاره ها را محدود کند. هر جا که اجاره ای تاکنون منعقد نشده و موجر و مستأجر متنی رو تا امروز امضا نکردن، فردا که این مصوبه ما ابلاغ میشه، یه مقرراتی ما امروز گذراندیم که اضافه اجاره بها نسبت به سال قبل در تهران 25% بیشتر نمیتونه باشه، در کلان شهرها از 20% بالاتر نمیتونه باشه غیر تهران، در بقیه جاها 15% بیشتر نمیتونه باشه. صاحب خانه ها میگویند چنین سقفی با تورم فعلی عملی نیست. وقتی که تورم کالاهای ضروری بالاتر از 47% میبینیم که 60% 70% کالای افزایش قیمت داشته. خب ما وقتی که نیاز ضروری زندگیمون رو با این تورم بالا تهیه میکنیم، چطور میتونیم ملکمون رو کمتر از تورم اجاره بدیم؟ بعد یه خونه نوساز بخواد رهن کنه چنده؟ دولت میخواهد برای اعمال سقف اجاره ثبت قراردادها را اجباری کند. نکته دیگری که مورد تاکید قرار گرفت، الزام به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات است و گرفتن کد رهگیری که مورد تاکید قرار گرفت و وزارت سمت هم مکلف شد فعال کردن این سامانه رو و اطلاع و متصل کردن اون به وزارت شهرسازی رو انجام بده.
بالا رفتن اجاره ها حداقل تا حدی ناشی از افزایش قیمت مسکن است. طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران در 3 سال گذشته از 4.5 میلیون تومان به بیش از 19 میلیون تومان رسیده، یعنی نسبت به پارسال 42% بالا رفته و نسبت به 3 سال پیش بیش از 4 برابر شده. ولی مقام‌های دولت معتقدند اینها قیمت واقعی نیست. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، وقتی خرید و فروش پایین می‌آید و قیمت بالا می‌رود، نشان می‌دهد که این اعداد غیر واقعی و متأثر از تلاطمات بازارهای موازی است. در ماه‌های گذشته با پایین آمدن نرخ سود سپرده‌های بانکی، سرمایه‌های سرگردان راهی بازارهای دیگری شدند. شاخص بورس تهران رشد سرسام‌آوری کرده، خودرو دوباره به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و قیمت مسکن هم بالا رفته. چند دهه است که دولت‌های مختلف ایران با طرح‌های نظیر مسکن مهر تلاش کردند راه حلی برای گرانی مسکن پیدا کنند و هیچ وقت هم موفق نشدند. 1 سال مانده به پایان زمامداری حسن روحانی، ظاهراً او هم در راه حل این مشکل به بن‌بست خورده. بهرنگ تاجدین، BBC. با همه‌گیری جهانی ویروس کرونا، صدها هزار کامپیوتر خانگی به جنگ آن رفتند. آن هم در قالب پروژه‌ای به نام Folding at Home. این پروژه ظرفیت آزاد کامپیوترها برای محاسبات پیچیده درباره ویژگی‌های این ویروس استفاده می‌کند. استقبال از آن در دوره همه‌گیری به حدی بود که رکورد جدیدی در ظرفیت محاسبات کامپیوتری ثبت شد. جزئیات بیشتر از نعیمه نامجو. روزهای کشدار قرنطینه، تکرارهایی که معمول نبود. ماندن در خانه لازم بود اما کافی نه. خیلی ها میخواستند سهمی بیشتر در مبارزه با ویروسی داشته باشند که عادی ترین ها را غیر عادی کرد. That's not a very satisfying, you know, kind of feeling. خیلی رضایت بخش نبود که تنها کاری که می‌کردیم موندن توی خونه بود. اما پیوستن به Folding at Home کاری بود که افراد می‌تونستن انجام بدن. به این ترتیب می‌تونستین به شبکه جهانی از پژوهشگران بپیوندین و داده‌هاشون رو پردازش کنین. این کار کمک می‌کرد که دانشمندان درک بهتری از این ویروس پیدا کنن. It's really working to help scientists understand the virus at a deeper level. امامتیست که خودش کارشناس امنیت اطلاعات است، بعد از مطلع شدن از شیوع ویروس کرونا به پروژه Folding at Home پیوست. پروژه‌ای که با استفاده از ظرفیت آزاد کامپیوترهای شخصی امکان پردازش اطلاعات پیچیده درباره بیماری‌ها از جمله کووید 19 را فراهم کرده. وقتی که اواخر فوریه تحقیق روی ویروس کرونا آغاز شد، 30,000 نفر با این پروژه همکاری می‌کردند. اما گریگ بومن، مدیر پروژه Folding at Home، به من گفت با گسترش ویروس، علاقه‌مندی به همکاری با پروژه به سرعت افزایش پیدا کرد. ظرف 2 هفته از شروع پروژه کووید 19 حدود 400,000 نفر نرم افزار ما رو دانلود کردن و همکاری رو شروع کردن و در مرحله ای هم 5 میلیون کامپیوتر خانگی با ما همکاری کردن. ضرب المثلی هست که میگه قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. پروژه Folding at Home نماد عینی همین ضرب المثله. این پروژه تونسته با استفاده از ظرفیت آزاد پردازش کامپیوترهای خانگی از ظرفیت بزرگترین سوپر کامپیوترهای جهان بگذره. در اوایل آوریل قدرت پردازش شبکه Folding at Home به 2.4 اگزافلاپ رسید، بالاترین قدرت پردازشی که تاکنون ثبت شده. برای خودم هم سخته که ازش سر در بیارم. فقط میتونم بگم ظرفیت ما حدود 10 برابر سریع ترین کامپیوترهای جهانه و این ظرفیت بسیار بالاییه. ویجی پانده این پروژه را 20 سال پیش از دانشگاه استنفورد شروع کرد تا پلتفرمی باشد برای پژوهش‌ها در زمینه بیولوژی و زیست شیمی. Let's go back in time to when we started. It was 1999. بعد به عقب برگردیم، سال 1999. اون زمان تازه اینترنت به عنوان ابزاری قدرتمند دیده میشد و شبکه وب پدید اومد. سوال اصلی که اون زمان داشتم این بود که با داشتن این ابزار قدرتمند چه میتونیم بکنیم؟ ما تصمیم گرفتیم قوی ترین ابر کامپیوتر جهان رو بسازیم.
پروژه‌ای که حالا می‌تواند سرعت بخش تحقیقاتی باشد که ما را به پایان همگیری جهانی نزدیک‌تر کند. اگر محاسبه ساده ای انجام بدید می‌بینید که این تنها بخشی از ظرفیت کامپیوترها در جهانه. همه جا کامپیوتر داریم. میلیاردها کامپیوتر در دست آدم هاست. حدود 1 میلیونی که مرتب با ما کار میکنن تنها بخش کوچکی از این ظرفیته. اما علاوه بر ویروس کرونا، تمرکز فولدینگ اتم روی پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه آلزایمر، سرطان و آنتیبیوتیکا هم هست. بنیانگذار و دست‌اندرکارانش امیدوارند مشارکت کنندگان در آینده هم همراهشان بمانند. نعیمه نامجو، بی بی سی. سازمان بهداشت جهانی میگوید پیشگیری و درمان بیماری‌های غیرواگیر از زمان شیوع کرونا به شدت مختل شده. خیلی از افرادی که نیاز به خدمات درمانی برای بیماری‌هایی مثل سرطان، بیماری قلبی و دیابت دارند، از ابتدای شروع قرنطینه در بیشتر کشورها هیچ درمانی دریافت نکردند. در ایران به گفته وزیر بهداشت، سالانه 313 هزار نفر به علت ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر جانشان را از دست می‌دهند. فرین عاصمی نگاه کرده به تأثیر کرونا بر افرادی که بیماری‌های غیرواگیر دارند. مبتلایان به بیماری‌های غیرواگیر که درمانشان تحت تأثیر کرونا و قرنطینه قرار گرفته. از یک طرف ترس از ابتلا به کرونا دارند و از طرف دیگر به تأخیر افتادن درمان بیماری کهنه جانشان را به خطر انداخته. بر اساس تحقیق سازمان بهداشت جهانی از 155 کشور از زمان شیوع کرونا 49 درصد کشورها خدمات درمانی برای بیماران مبتلا به دیابت را قطع کردند. 31 درصد درمان بیماری‌های قلبی را متوقف کردند. 53 درصد خدمات برای بیماران مبتلا به فشار خون بالا و 42 درصد درمان انواع سرطان. این شرایط خیلی تأسف بار و مشکل سازه. مسلماً خیلی مهمه که افرادی که بیماری غیرواگیر دارن درمانشون رو ادامه بدن. اونا باید تا جایی که میشه با دکترها و سیستم درمانی در کشورشون در ارتباط باشن. بیماری‌های غیرواگیر مانند سرطان، دیابت و بیماری‌های قلبی سالانه موجب مرگ 41 میلیون نفر در دنیا می‌شود. یعنی چیزی معادل 71 درصد مرگ و میرها در دنیا. رئیس سازمان بهداشت جهانی از کشورهای مختلف خواسته همزمان با مقابله با کووید 19 راه خلاقانه برای خدمات رسانی به بیماران مبتلا به بیماری‌های غیرواگیر پیدا کنند. بهاره پیش از این به سرطان غدد لنفاوی مبتلا بوده و تا پیش از شیوع کرونا تحت کنترل مدام بوده. طبق دستور دکترام یک ساله که هر هفته میرم آزمایش خون و یک سری داروها یا به صورت تزریقی یا پس موقع همون قرصهایی که دارم رو بر حسب اون که بدنم تو چه وضعیتی هست میگیرم. وقتی دولت کشور برد توی لاکدان مرحله 4، کسایی که مثل من بودن بعد از سرطانشون بود و کسایی که تو استیج‌های اولیه سرطان بودن، ما هیچ دارویی نگرفتیم برای 6 هفته که خب شرایط بهتر شد و ما برگشتیم بیمارستان و شرایط بیماری من تقریبا خوب نبود. خیلی از کسایی که میشناختم بیمارستان باشون دوست شده بودم بیماریاشون بدتر شده بود. چیزی که از دست دادیم اون 6 هفته بود. اما از دست دادن زمان برای بیماران مبتلا به سرطان مانند بهاره چقدر خطرناک است؟ اول اینکه خیلی سخته که به طور کلی نظر بدیم. در خیلی از سرطان‌ها زمان اهمیت زیادی نداره، اما تو بعضی خیلی مهمه. مسئله مهم اینه که تشخیص و درمان رو در سریع‌ترین زمانی که ممکنه انجام بدیم. سازمان بهداشت جهانی راهنمایی تهیه کرده تا رؤسای دولت‌ها خدمات درمانی رو از سر بگیرن. به نظرم خیلی از بیماران نباید نگران توقف چند هفته‌ای درمانشون باشن، اما اگه بیشتر طول بکشه وضعیت چالش برانگیز میشه و عواقب جدی‌تری خواهد داشت. در ایران هم درمان بیماران مبتلا به سرطان مختل شده. بسیاری از بیمارانی که تحت شیمی درمانی بودند این درمان را متوقف کردند. به برخی از آنها توصیه شده در مطب‌های خصوصی این درمان را ادامه دهند، اما تامین هزینه آن برای همه امکان پذیر نیست. گاه همین محیط‌ها به دلیل حضور تعداد زیادی در فضای محدود مطب‌ها برای بیماران مبتلا به سرطان خطرناک است. ملاحظات این کارم انجام نشده. رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفته در ایران سالانه 55 هزار نفر بر اثر ابتلا به سرطان جان خود را از دست می‌دهند، اما نیمی از سرطان‌ها قابل تشخیص و پیگیری هستند.
دکتر عمومی برای من تشخیص داده بود در واقع که قند خونم متعادل نیست. متاسفانه به محضی که میخواستم آزمایش همو بگیرم سه مرحله و ببرم پیش فوق تخصص قدرت، کرونا پیش آمد. من خودم خیلی ترسیدم از اینکه تو فضای آزمایشگاه بخوام آزمایش خون بدم. من با این دستگاه تو خونه میگیرم و با اینکه روزی سه تا متفورمین 500 میخورم ولی بازم قند خونم بالا هستش نسبت به نرمال، ولی بازم میگم از طرفی این کرونا جرأت رو به من نمیده که من بتونم برم روند درمانم رو پیگیری بکنم. رئیس هیئت مدیره انجمن دیابت ایران هفته پیش تعداد مبتلایان به دیابت در این کشور رو حدود 8 میلیون نفر اعلام کرد. من بهمن ماه تصور خودم بود که معده درد دارم، مراجعه کردم مرکز درمانی، اونجا آزمایش کردم، مراجعه شدم که اصلا رگای قلبم گرفته بود، استنت گذاشتن، آنژیوگرافی و این داستان ها. تقریبا تا شروع کرونا مشکلم حل شده بود. موضوع این بود که دکتر به من گفته بود که اگه درد روز اولت باز برگشت حتما مراجعه کن بیمارستان. اتفاقا چند روز پیش این درد اومد سراغ من و من مجبور شدم برم بیمارستان و دیدم مرکز اورژانس بیمارستان خیلی شلوغه و به خاطر کرونا واقعا خودم ترسیدم که برم داخل. یه ذره نشستم تو ماشین جلوی بیمارستان، دردم کمتر شد، برگشتم خونه. سالانه بیش از 150 هزار نفر در ایران بر اثر سکته قلبی و مغزی جان خود را از دست می‌دهند. در بعضی کشورها با کاهش محدودیت‌های قرنطینه، خدمات رسانی به بیماران مبتلا به بیماری‌های غیرواگیر از سر گرفته شده. اما همچنان به افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند سرطان، دیابت، بیماری‌های ریوی، بیماری قلبی و بیماری‌های دستگاه ایمنی هستند، توصیه می‌شود، چون در گروه پر ریسک ابتلا به کرونا قرار دارند، فقط در صورت لزوم به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مراجعه کنند. فرین عاصمی، BBC. ماه گذشته میلادی ماه اطلاع رسانی جهانی درباره وضعیت پناهجویان و پناهندگان بود. سازمان ملل متحد میگوید در هر دقیقه 20 نفر خانه و دار و ندارشان را رها می کنند تا از کشتار، شکنجه و جنگ فرار کنند. یکی از بزرگترین گروه های پناهجو در جهان افغان ها هستند. فؤاد مسیحا در این گزارش نگاهی کرده به شیوه های ورود قاچاقی افغان ها به ایران. همه بالا هم خواب شده بودن، یعنی چون هوا سرد بود همه رو هم بالا هم خواب میشدن که سر اینا نشه. یکی از سردی بیابان مینالد، یکی از آتشی که به جانش افتاده، داستان هزاران هزار انسانی که تن به خطر میدهند و در جستجوی زندگی بهتر به آب و آتش میزنند. یام ایران بچه میبینی هم جهان خدا قرآن فیصله کرد. بعد از اون میگفت ما فقط تنها کاری که کردم میگفت راننده میگفت من فقط در ماشین رو وا کردم به مردم گفتم فرار کنین، در صندوق عقبم وا کردم، در صندوق عقب. علی 13 سال پیش قاچاقی به ایران رفت، از مرز نیمروز در غرب افغانستان وارد خاک ایران شد و بعد از چند شبانه روز خود را به مشهد رساند. به گفته خودش بخشی از مسیر را پیاده رفته بود و بخشی دیگر را با شوتی هایی که افغان ها را جابجا می کنند. می گفتن ماشین مهاجر چیز افغانی کشه، مهاجر افغانی، ماشین افغانی کشه. شوتی ها خودروهای مخصوص قاچاق هستند. هم انسان قاچاق می کنند هم کالا. شوتی ها بیشتر از ظرفیت یک خودروی معمولی بار می زنند و برای فرار از دست پلیس با سرعتی سرسام‌آور می رانند. زد برو سمت چپ. و برای رد گم کردن این گونه از مواد دودزا استفاده می کنند. شلیک نکرد ولی اخطار می داد که ایست کنید و این راننده ای که فکر حال و جان مسافرها باشم همچنان با سرعت تمام درای خود ادامه میداد و ما هم خب کلگی زنا اشتوکا ترسیده بودن، خیلی ترسیده بودن، گریه میکدن، بچه ها گریه میکدن، من خودم هم گریه میکدم، خیلی واقعا وحشتناک بود، ترسیده بودم. شوتی ها درآمد بالایی دارند، درآمدی آلوده به خون و حادثه. با آن همه بار و آن سرعت بالا کوچکترین اتفاق هم میتواند فاجعه بار باشد. 23 دیروز خبر تصادفی رو پخش کرد که در اون یه پژو 405 با 12 سرنشین. برای شوتی ها مسافر بیشتر یعنی درآمد بیشتر.
به هر ماشین 14 نفر، 13 نفر، 15 نفر، 16 نفر به اندازه حجم آدم ها جا میکردن. و این تصاویر از تلویزیون ایران چند سال پیش. تو صندوق بودی؟ آره تو صندوق بودی. چند نفر؟ 6 تا. صندلی عقب نشسته بودم، یک دم کنار خیابون گفتن سبک و پیاده شدن، دیدم یک دفعی یک بر آدم ریختن داخل ماشین. این تصاویر هجوم مسافران قاچاق برای سوار شدن به شوتی ها را نشان می دهد. مسافرانی که برای فرار از دست نیروهای انتظامی مجبور شدند شب هنگام پای پیاده از بیابانهای پشت پاسگاهی بگذرند و منتظر رسیدن شوتی ها بمانند. همه با که ما اذیت شدیم، میدویدم اونجا با نور هم منداخت داخل بیابان، اما ما میدویدم برم همون قاچاق بر گفت اگه همون پیش را برم پشت پاسگاه کامل گفت اگه مواظب باشی اگه اینجا تیر بارون کردن نترسی، خود خب بنداز فقط رو زمین. علی خوش شانس بود و بعد از چند روز به مقصد رسید، اما نیروهای ایرانی دنیا و همسفرانش را در کوههای غرب ایران پیش از آن که وارد ترکیه شوند بازداشت و به افغانستان رد مرز کردند. سه شب و سه روز توی راه بودیم. وقتی که از او کوههای بلند بالا شدیم، در اونجا که رسیدیم دیگه صدای شلیک آمد. اینقدر تیرهای هوایی شلیک کردن که کل مسافرها استاد کرد و قاچاق بری که با ما بود و غیب شد. دنیا در ایران به دنیا آمده و همانجا بزرگ شده. در افغانستان نه کس و کاری دارد، نه خانه ای، نه کاروباری. او دوباره از راه پاکستان خود را به ایران میرساند، اما این بار هم به دام میافتد. به گفته خودش بعد از چند روز بازداشت و بارها التماس به مسئولان اردوگاه، او و دختر خردسالش را آزاد میکنند. حالا دنیا به محله قدیمیشان برگشته و فکر سفری دیگر را برای همیشه از سرش بیرون کرده. و بیشتر ترس و ای احساس بد ما به خاطر دختر کوچیک ما بود. دختر 3 سالم بود. خیلی حسی بدی بود. خیلی حسی بدبختی و بیچارگی بود که آدم در حال خودش واقعا گریه میکنه. واقعا گریه داره. واقعا هم گریه داره. فؤاد مسیحا، بی بی سی. دولت عربستان در تصمیمی بی سابقه مالیات بر ارزش افزوده را 3 برابر کرده. این مالیات از 5% حالا به 15% افزایش یافته و انتظار می رود به گران شدن کالاهای وارداتی بیانجامد. دولت سعودی این تصمیم را برای جبران کسری بودجه‌ای گرفته که کرونا و هزینه های ناشی از قرنطینه به وجود آورده. جزئیات بیشتر از مهرداد فرهمند. هجوم شاید بی سابقه بانوان سعودی به طلافروشی ها بلافاصله پس از برداشته شدن قرنطینه از اماکن عمومی و فروشگاه ها. تورمی که کرونا با پایین آوردن تقاضا به 1% پایین آورده بود، پیش بینی می شود با سیاست مالی تازه دولت تا 6% بالا برود. پول نقد را بهتر است طلا کنند. طلا ذخیره ی روز مبادا است، اما نیاز امروز و فوری هم مردم را به فروشگاه ها ریخته. بیشتر مواد غذایی در عربستان وارداتی است. هم مالیات قرار است بالا برود، هم عوارض گمرکی. معنایش گران شدن خوراک روزانه است. خودرو هم که کرونا تقاضا را برایش پایین آورده و روی دست فروشنده ها مانده بود، به یک بار مشتری پیدا کرده. می‌خرند چون قرار است گران شود. علاوه بر خودرو و خوراک، دیگر نیازهای مستقیم مردم هم در فهرست گران شدنند. این گرانی در کشوری که تقریباً همه نیازمندی‌هایش را از خارج وارد می‌کند، اجتناب ناپذیر است. به ویژه که چشم‌اندازی هم از بالا رفتن درآمد کشور پیش رو نیست. کرونا بازار نفت را که نان سعودی‌ها را تأمین می‌کند، کساد کرده. حج هم که منبع درآمد مهمی است، امسال قرار است منحصر به ساکنان عربستان باشد. فیهما فاکهة و نخل و رمان. حاجی از خارج نخواهد آمد
تا پول خرج کنند. دولت سعودی با سه برابر کردن مالیات غیر مستقیم قرار است 26 میلیارد دلار درآمد کسب کند. این پول ممکن است مشکل تامین هزینه‌های عمومی کشور را که کرونا بار گرانی بر آن شد حل کند. اما مسئله مالیات تنها مسئله پول نیست. علمای سیاست میان مالیات و دموکراسی نسبت مستقیم می‌بینند. مردمی که مالیات بدهند می‌خواهند بدانند پولشان کجا خرج می‌شود. از دولت مسئولیت می‌طلبند. می‌خواهند خودشان هم در نحوه خرج شدن پولی که می‌دهند حضور داشته باشند. ناراضی می‌شوند، شورش می‌کنند. مالیات برای سعودی‌ها پدیده‌ای نوظهور است. تا دو سال پیش که دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس مالیات غیر مستقیم 5% بر ارزش افزوده وضع کردند، دولت‌های ثروتمند عرب مانند پدری بودند که یک تنه رفاه خانواده را تأمین می‌کرد. مالیات 5% خیلی دردناک نبود، چیز زیادی را عوض نکرد. اما مالیات 15% مانند این است که پدر روزی به بچه‌ها بگوید شما هم باید نانی سر این سفره بیاورید. این چیزی نیست که سعودی‌ها با آن عادت داشته باشند. مرتضی فرهمند، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.